غصب چین در تاجیکستان اکنون نظامی. باز یک دختری میرزیویف به منصب تعیین گردید. در مسکو ملت گرایانی که به مهاجران حمله نمودند دستگیر شدند. موی دروگ کتوری اومر دا اون هر دن ما سنیم آبشار. چطوری که از یپلوس به منبع خود در وزارت مدافع تکیه کرده می نویسد مشخوی زیدی تروریستی نوبتی بین کشورهای تاجیکستان و چین از سنه 8 تا 11 آگوست در ناحیه ایشکاشمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان برگزار گردید. در مشخوی مذکور بتالیونی عسکران و افسران قشونهای موبیلی وزارت مدافع تاجیکستان و یک روته قشونهای چینی اشتراک ورزیدند. حیات نظامی چین محلی گزرگاهی نظارتی قلمه قرسو را که در مرز تاجیکستان و چین جایگیر است سنه 7 آگوست می گذارد. این گزید دالی سروک شده و امیز دیست پرام دوشنبه اتکلی سوی پرستویتر سوی زمینو استرویل سوی پرستویتر. یادرست میکنیم که امروز علاقه 48% قرض خارجی تاجیکستان عیناً به چین متعلق است، غیر از این ساحه کندنی های کوهی در کشور قریب کلان در اختیار شرکت های چینی می باشد که با سبب آن اکثریت متخصصان بانگ زده استودند. وقت های آخر مشاهدان تاثیر نظامی چین به تاجیکستان را قید می نمایند. مثلا در ماه فوریه هفته نامه امریکایی واشنگتن موادی را نشر نمود که نقطه گذرگاهی وهان در ناحیه مرغاب را مرزبانان چینی نظارت کرده استادند. در خصوصی مسند گشناشونیدی نوبتی در آیله رئیس جمهوری ازبکستان به خبرنگاران معلوم گردید. دختری خوردی رئیس جمهوری ازبکستان شهناز امیرزیویف به منصب رئیسی سرریاست تشکل دهی و بردن سیاست در ساحه تحصیلاتی پیش از مکتبی وزارت معارف پیش از مکتبی تعیین گردید. اطلاع می دهد به گازیته اوز خدمات مطبوعاتی وزارت معارف پیش از مکتبی. شهنوزه تا به منصبی مذکور تعیین گردیدن از سال 2017 شروع کرده همچون معاون رئیسی خدمات مذکور کار و فعالیت کرده است. یادآوری میکنیم که چی طوری در میان دیکتاتوران کشورهای آسیای میانه عرف شده است، میرزیویف نیز اعضایان آیله‌اش را به منصب‌های گوناگونی بلندپایه روانه کرده ایستاده است. همین طور ماه اپریل سال 2019 دختری کلونی رئیس جمهور ازبکستان سعیده میرزیویف نیز به منصبی بلند تعیین گردید. سعیده میرزیویف به منصبی معاون رئیسی آژانسی اطلاعات و کمیونیکاسیای عمومی نزد ماموریت رئیسی دولت تعیین گردید. اخبارات خدمتلری ایشینی توبدان تکاملشتیریش. چطوری که مسکوسکی کامسامولیس می نویسد در شهر مسکو ملتگرایانی که به دو مهاجری قرغیز حمله کرده بودند دستگیر شدند. سنه 26 ایول در کوچه مالی کمینشیکی شهر مسکو 3 نفر ملتگرایان رایزن مغازه ورزشی کنستانتینی 19 ساله، گریگوری 18 ساله و انتونی 17 ساله در کوچه سیر و گشت نموده به دو مهاجری قرغیز والای 25 ساله و التینی 32 ساله حمله کردند. با یکی از ملتگرایان به نظر رسیده است که گویا مهاجران قرغیز نسبت آنها خصومت دارند. دیگر از ملتگرایان لولچه گازدار را برآورده برای مهاجر مایه سوزاننده را میپاشد. پس از این کشمکشی شروع گردید و 3 نفر رفیقان کاردها را برآورده ضربه زدن را شروع کردند. در نتیجه اوال در جای حادثه فوتید. التینی زخمی شده باشد زنده موند. یک هفته پس شخصیت جنایتکاران معین کرده شد و کارمندان فوری به منزل جوانان ناگهان آمدند. غیر از کامپیوترها و تلفن‌های موبایلی از ملتگرایان، اسلحه‌های گوناگون از جمله کارت‌ها، لباس‌های مخصوص با معنای رمزی و دیگر انجام‌ها و ادبیات‌های ملتگرایی یافت گردید. ناپالم پرییژوو. جالب دقت است که پیروی اشدی رویه راستگرایان در میان شناس‌های خود از همه خردی دستگیر شدگان بوده است. در میان همفکران آنتون لقبش بیلی می باشد. در سامانه‌های اجتماعی او جمعیت خود را تشکیل کرده، عین زمان 1500 نفر پیرو دارد. یادرست میکنیم که مهاجران مهنتی از کشورهای آسیای میانه منتظم از طرف ملتگرایان روس در روسیه با قربانی های ظلم و ستم گرفتار میشوند.
Ҳимоятгарони ҳуқуқ ҳодисаҳои зеринро бо батамон беэътино будани ҳокимҳои минтақаҳои мазкур ба тақдири шаҳрвандони худ алоқаманд медонанд. Друг ваш, который ранен, он в больнице сейчас госпитализирован? Да, его забрали. Травма насколько серьезная, что с ним, знаете? Да, на руках попал нож. Мой друг, который умер, да, он каждый день мы с ним общались, на работе вместе были.